الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مکتب ها و روش های اخلاقی. ما الان دو دسته چیز داریم، دو دسته یعنی سه دسته مکتب های اخلاقی. یک مکتب اخلاقی که مورد پسند ما بود، یک مقدار مقدماتش ذکر کردیم، بعدم مطالب دیگرم در مورد یعنی مکتب اخلاقی اسلامی میگه، همون مکتب که نام شرمنده مکتب اخلاق اسلامی. در امی اسلام مکتب های دیگری هم هست، روش های دیگری هم هست، خارج از اسلام مکتب های دیگری هم هست. یک عده از مکتبات که به نام مکتب اخلاقیات میکنن درست ضد اخلاقیه، که اشتباه نشوه. خیلی وقت اشتباه میشه، موضوعات غیر اخلاقی را به نام اخلاقی جا میزنن که اینا اخلاق انسان اینمیه، در حالی که اونا ضد اخلاق انسانه. پایه‌های شرما صحبت کردیم، مبانی و مبادی اخلاق اسلامی را صحبت کردیم که از چی باید گرفته شوه. حتی اونایی که اخلاق اسلامی نوشتن بلای بیدرمانشان ای بوده که روایت های ضعیف آوردن و یک اخلاق وارونه جلوه دادن، که یکی از روایات او روایت هایی که معتبر نباشه، سندشان معتبر نباشه، او نمیتوانه که اخلاق درست کنه برای ما. اخلاق زیر بنای تمام افعال اجتماع، افعال ماه. افعال ما از چی پیدا میشه؟ از اراده ما. اراده ما از چی پیدا میشه؟ از دو عنصر، علم، شوق. علم دو مقدمه داره، تصور، تصدیق. اول آدم تصور میکنه، بعد تصدیق میکنه، بعد برای آدم در مرتبه سیوم شوق پیدا میشه، در مرتبه چهارم اراده پیدا میشه. اراده بگویم یا قصد بگویم، او در مرتبه چهارم پیدا میشه. پس مقدمات اراده سه تایه، دو تاش به علم برمیگرده، تصور و تصدیق. سیومیش به شوق برمیگرده. شوق رب پیدا میکنه به غرایز انسان و به اخلاق انسان. پس تمام افعالی که از ما صادر میشه تابع اراده ماه، اراده ما تابع شوق ماه، که اینمی غرایز ماه و صفات نفسانی ماه. یک مقدمیش، مقدمی دیومیم که همون تصور و تصدیق بود، که انشاءالله فهمیده شده باشه. خب به منظور اجتناب از اشتباه و بیرا عرفتن که مکتبای غیر اخلاقی ده، هیچ کس در دنیا حاضر نمیشه که بگه ما اخلاق قبول نمی کنیم، میخواییم مکتب غیر اخلاقی داشته باشیم. حتی اونایی که هیچ دین ندارن میفهمن که اخلاق برای انسان خیلی ارزشمنده. انسانیت انسان به دور اخلاقش میچرخه. به منظوری لذا باید که آدم مکتبایی که به نام اخلاق معرفی میشه و در واقع ضد اخلاق، باید اونا را بشناسیم، مکتبای ضد اخلاقی را، اشتباهاتش را متوجه شیم که ما به بیراه نریم. و به منظور شناخت بهتر اخلاق مورد نظر، بعد در خود داخل اسلام هم گفتم مکتبای مختلفیه، دانشمندان مختلفی آمده. همین چارچوبی که درست شده، یعنی تقریبا مناسبم نیه که من بگم یا اولین دفعه که در این کتاب این چارچوب اخلاق اسلامی تدوین یافته. من پیش از این هیچ کتاب ندیدم
که به همین تقسیمی که ما کردیم، اخلاق انسان با خود انسان، اخلاق انسان با خدا، اخلاق انسان با مردم، اخلاق انسان با محیط زیستش، این همی چارچوبه که درست میکنیم در کتابای اخلاقی نیه. بعض یکی هم ای در خود متن در مقدماتش با هیچ وقت هیچ گامه نمیخواییم که از بر روایات ضعیف استدلال کنیم یا با قول دانشمندا تمسک کنیم. باید از قرآن و از سنت گرفته شود که همو اخلاق اسلامی یک امتیاز پیدا کنه. عمل میکنن نمیکنن او جدار فیه، ولی حق باید روشن بشه تا بعد بفهمیم که ما الان اخلاق ما اسلامیه یا غیر اسلامیه. و به منظور شناخت بهتر اخلاق مورد نظر و متانتی ان که اخلاق ما از دیگرها بهتره، متانت داره، مدارکش، مبادیش، دل ادلی او و آگاهی یافتن به معایب و روشهای اخلاقی دیگران که اونا چی معایب داره، نواقص داره، اونا را آدم میفهمه، او با اخلاق خود علاقمند میشه. لازم است که مکتبها و روشهای به منظور ای فلان و فلان، لازم است که مکتبها و روشهای اخلاقی دیگر را به طور خلاصه و فشرده بفهمیم. اول اخلاق انتفاعی. الان خیلی به همی فریب خوردن، میگن در غرب دروغ نیه، مردم دروغ نمیگن. امو مالی که ما رفتیم که چیز دادیم خریدیم، اینی امو مال برای ما میفرستن، نیرنگ نیه، مر فریب نمیدن. چای خوب مثلا جنس خوب به ما نشان بدین، جنس خراب باز بفرستن. نه، امو چیزی که خواستیم امو نامی آیه. خیلی اخلاق دارن، ای اخلاق میه، ای اخلاق، اخلاق انتفاعیه. اخلاق انتفاعی ایچ ربطی به او اخلاقی که ما و شما او را اراده میکنیم ایچ ربط نداره. ما اخلاق میخواییم برای کنترل غرائز نفسانی خود، که از می غرایز ما از هر حیوان درنده تره و از هر زهر آگین تره. اینا رو باید ما اصلاح کنیم. او اخلاقی که در غرب الان، یعنی در جوامع منهای دین که صحبت میشه، او اخلاق انتفاعیه. او برای او آینده خود فکر میکنه. مثلا مالی خراب به شما میده، مالی خوب به شما نشان میده، مثل می دکاندارای بی عقل ما. بعضی اوقات میرن مالی خراب میاره. شام که رفت خانه دیگه خوشحال که امروز 3000 روغانی مالی خراب ما فروختم، 3000 روغانی بیشترم گرفتم، مشتریم خوشحال رفت، عجب کلای سر مشتری ماندم. دیگه زرنگی مایه. این مردای که دخترای من نشسته اینام باید بفهمن که شما آینده شوهر میکنین. یک ده مردا فقط کارشانیه که بیای پیشننهای خود بشینن و لاف و گزاف بزنن، خود بالا ببرن، هیچ کاری نداره. خیلی با احتیاط وقتی که شوهر میکنن، عرفای شوهر خود وقتی که از خود تعریف میکنن با احتیاط قبول کنن. او طوریه که او بیای حرف بدنه. این عادت همه طوره. روانشناسی مردمیه که بیکارم باشه شب که آمد پیشزنش خود افلاطون درست میکنه. هر شود خدمت شما که این اخلاق انتفاعیه. تو امروز یک کار کردی، 3000 روغانی پول زیاد گرفتی، ولی دیگه بعد او پیش تو نمی آیه، او دیگه بعد از تو دیگه نمی خره، او بعد میره که او جنس که به دیگرها میفروشه، دیگرها بر او اینا اعتراض میگیره، بعد او مجبوره که به قیمت پایین تر بده، میفهمه که سرش کلامندی، میره مشتری یک نفر دیگه میشه. اگر آدم در معامله مطابق قول خود مال رد کنن و بدهن، فایده میکنه، مشتری با او جلب میشه. این حماقت منافع کوتاه مدت خود فکر میکنن. در غرب ما میتونن یک عده، اونجا ما میتونن.
یعنی من یک دفعه در لندن بعد از اینکه من عمل کردم خودت از امو شفاخانه که من بودم امو دوای قرصایی که به من میدادن تقریبا 4 برابر قیمت بازار به من میدادن 4 برابر قیمت بازار همه غربی ها و قسم نیم که بخاطر جلب مشتری هم که شده سر کس کلانه من خیلی کلان میگذاره من رفتم به اون چیز گفتم به اون مسئول فروش دواها در لندن گفتم توی به من به این قیمت فروختی وقتی که من زیر عمل بودم بیا که بریم یک نفر را بفرست که به این قیمت که دادی مثلا 4 برابر کمتر بریم که ما برای تو از اونجا بخرم گفت کجا هست همون آدرس هم بهش گفتم گفتم بیا که بریم چرا این کار میکنی؟ رفت با او عامل خود گفت در غرب فقط یک خدایه خدای پوند و دلار دیگه هیچ گوش نمیشه این اخلاق اونجینیه رفت به او عامل خود گفت آمد گفت او عامل میگه که نه دیگه من فروختم دیگه به تو کمم نمی کنیم زیادم نمی کنیم معامله رو فسخ نمی کنیم گفتم هرچی که به من دوا دادین من میرم دوایی شما رو میارم گفت نه نمیشه او 4 برابر بالا داده بود همین سفری که من این رفتم یک آمپول میخواست به پایم بزنه گفت 5000 روپیه همراش چنه زدم به 2500 شد این مرگم اونا میبینن که ما مسافر محمده چنه نمیزنیم مرد چی که دلش هم قصد میگیره شما ببینید یک دوار یک آمپول زده و 5000 افغانی میخواه 5000 روپیه ایندی میخواست من همراش چنه زدم خب به 2500 رسید اینا روزانه گذشته از دو فایده که میکنن چقدر سر مریضا کلام میگذارن فرق نمیکنه که او مریضای هندی باشه یا مریضای خارجی باشه منتاز خارجی ها بهتر ای اخلاق اخلاق انتفاعی هست بعضی ای کار نمیکنن این از بیقلیشانه بعضی ای کار نمیکنن با امو قیمتی که دارن با امو قیمت میدن امو مالی که میخوایی دروغم نمیگه با امو مقدارم برایت میفرسه در وزنشم مثلا در 1000 کیلو 20 گرامم کمتر نمیده تکس برایت میفرسته بخاطر که میفهمه در دراز مدت فایدهشه این دروغ نگفته یکی از رذایل اخلاقی در ترک کرده راسته همین یک عده همونهایی که همین کارا رو میکنن این دروغ نگفته خب یکی از رذایل اخلاقی در ترک کرده دو غش نکرده در معامله مال تو رو نخورده گفته بودی 1000 کیلو او برای تو فکس 1000 کیلو فرستاده 10 گرامم کمتر نیه مال نخورده خیانت نکرده دویومین صفت اخلاقی هم ترک کرده خوبه دیگه گفته من این مال برای تو به تعدوم ما به توسط کشتی به امو آدرس که دادی که باید برایت بیاره به بندر کراچی از بندر کراچی منجا بیایه ای 3 تا به امو وقت که بعد گفته بود به امو وقتم برایت میاره خب پس تخلف نکرده با وعده خود عمل کرده تخلفی از وعده یکی از اخلاقی از صفات زشت اخلاقی انسان ببین این معامله نمیتوره از 3 کار زشت در گذشته ولی نه به خاطر اینکه این دروغ مال مردم خوردن یا عمل کردن به قول اینا برای نفس ما کماله برای اونا کمال اونا اصلا منکر روحی هن. که اگر بهش بگوی تو انسانی نگه بله مر انسان میگن ولی شناسنامی ما اصل مر اگر سوال کنی ما از شامپازه به دنیا آمدم میمون امونا خب داروین نظر شمیه اینمین نظر رایج غربه میگه او جد بزرگواری ما چی اخلاق داشت بوزینه که ما بیام اخلاق اسلامی پیدا کنم اخلاق انسانی پیدا کنم اخلاق چیه؟ عرف مفت میزنی ما از شامپازه به دنیا آمده یک نوع از میمون های او اخلاق چی میکنه این کارایی که میکنه برای تجارت خود میکنه
شبا ده چراغ دکاندارا روشن میکنن، نه به خاطر که مردم رد میشن میرن و میاین را برای اونا روشن باشه، که مالایشان خوب جل و بل داشته باشه، به چشمای مشتری جلب کنه بیاین بخرن، فایدهش زیاد چه و ای اخلاق این؟ ای اخلاق نیه، اینا وسائل درآمد پوله. اشتباه میکنیم که ما اخلاق ای اخلاق انتفاعی را اخلاق یاد میکنیم، ای اخلاق نیه. اینا برای منفعت خود دروغ نمیگن، خیانت نمیکنن، به قول خود عمل میکنن، مال میفرستن. یک وقتای قرضم میخوای بعد قرضم میدن، اینی احسان، ای چارومین صفت اخلاقی. ولی او احسانم که میکنه چون میدنن، او با تجربه فهمیده که تو پول نمیخوری میاری، و بعدم تو را ممنون خود میکنه که همیشه بیای مال از اینجا بخری. اگر یک موقع علی عرف اینجای همون جان کلام اینجای، اگر یک موقع منافع اونها در خطر شد چکار میشه؟ به امی چار صفتی که گفتم به شما که با شما میکرد، احسان کرده، گایی به تو قرض داده، مال تور نخورده، امانت داشته، خیانت نکرده، به وقت به تو مال رسانده، به وعده خود وفا کرده، سه چارومی به تو در مالم دروغ نگفته بود، امو سمپل و نمونه را که به تو نشان داده بود، امو مال مطابق نمونه و سمپل برای تو فرستاده. اگر امی چار صفت که همش اخلاقیه، ولی اخلاق انتفاعی، اگر یک وقت منافیز رو در خطر بیفته، او بازم به امی چار صفت مقاید میمانه، بمی اتم میاره بر شهر ایروشیمیا مندازم. هزاران نفر پیرزن اونجا دیگه، نه حقوق زن و نه حقوق بشر، مرد میکشن، زن میکشن، جوان، پیر، بچه های کوچیک له میکنن. ای اخلاق انتفاعی به درد ما نمیخوره. شما می فیلمه را دیدین یا نه؟ میخوام محسوس صحبت کنیم. محسوس امی بچه های سیاه چرده افریقایی را دیدین که بدنشان خشک خشک، به سوی تغذیه هم گرفتارن، غذای مناسب به اینها نمیرسه. چرا؟ این چیز داره؟ در کشوری اونا طلا زیاده، در کشوری اونا معادن زیاده، این معادن کجا میره؟ این معادن تمام استثمار میشه. یعنی چند روز پیشتر من خواندم، الان یادم رفت چقدر بود، یعنی من یادداشت کرده بودم، بطمان برای خود مطالب یادداشت کنه، خیلی به درد شما میخوره، مطالب با مدرکش یادداشت کنه. من می چند روز پیشترم دیدم در یادداشتای خود، در امی 30-40 سال در قاره افریقا شاید 70 یا 80 دفعه یادم رفت، چقدر بود؟ 70 بود 80 بود بیشتر بود، یادم نیه، یک رقمی درشتی بود که کودتای نظامی شده در قاره افریقا که رئیسای جمهوری و شده. اگر فکر بکنی و عینک خود خوب بگذاری و وقت داشته باشه، از این 90 یا 120 کودتایی که در ظرف 100 سال یا 50 سال یا 80 سال در قاره افریقای بدبخت شده، که از نعمتایی که خدا به اونا داده از معدن خود هیچ استفاده نمی برند، مثل حیوانات زندگانی میکنن، یک گدیشان هیچ وسایل ندارد، میبینی که این کودتای نظامی ریشه اقتصادی داره. او نظامی که بوده او قبول نمیکرده که به قیمت ارزان معدن خود بده. شرکت های فراملیتی که برای استثمار خود هیچ نه خدا دارن، غیر از فقط به یک خدا قائلن که هیچ وقت مخالفت نمیکنن، او خدای دلار و پوند، به هیچ چیز دیگر فکر نمیکنن. آنما تو ملت ها را، میلیون ها میلیون ها را به فقر و فقر زندگانی میکنن، استثمار میکنن، میبرن. اینی اخلاق انتفاعیه. ای برای ما خوبه؟ نه. تو برای من، برای منافع خود با شما لبخند میزنم، تبسم میکنم، تو رو مهمان میکنم، چشمی به طرف جیب تویه،
چشمم به طرف او زمین خوب کداری اونج فکر میکنم. هم مروز اگر بفهمم این زمین به تو نمیرسه، 5000 به این میدم، میگم برو سر شرب ببر. آخم نمیکشم که سرت خدای نخواسته بریده شده. اینی اخلاق انتفاعیه. اینا مثل گربه هم چشمش با اینه، میبینی چی حضور قلب با خشوع با خضوع سر سفره میای، یک دو قدم هم از تو عقبتر میشینم، از زیر چشم خود یک نگاه میکنه. ولی اگر چشمش دید که قدرت پیدا کرده با یک طرفت العین یک حمله میکنه، می گوشتار از پیشت میورده رو خدافظ. او یک شاعر عرب شوخی میکنه، میگه اینی رعی تو گربتن، به جایی که چیز بگویه هره بگویه، گربه فارسی را آورده خواسته که شعرش نمکی شود. میگه اینی رعی تو گربتن فی دم دیگی اشکنه. ای آقا مفلس بوده دیگه، مرغ نداشت اشکنه میخورده. قول تو لو پیشک پیشک قالت لنا معاو معاو. برای یک آمدن این چیز اشکنه دیگه من پیشتو نمیم دیگه، من منتظر گوشتم که گوشت پیدا کنم بخورم. آقای من امی قسمه یک نو اخلاقه به مجرد که یک نفر راست گفت یا به وعده خود عمل کرد، انگیزیش نگاه کن. زمین تا به آسمان فرق میکنه. یک مرتبه ما به خاطر یعنی منافع که گفتم دروغم بد نمیگم، خلف وعدم نمیکنم، به وعده خودم عمل میکنم، به همون موقع مال بد میرسانم و امانتم دارم، کم نمیکنم مال تو را، یک وقتی که قرض خواستی بد میدم. ولی یک موقعی میگه اه چی اخلاق خوبی، نگاه کن که انگیزه ما چیه. معلومه که انگیزه ما منافع ما، تو مشتری ما، همیشه میایی از من میخری، تو مشتری ما، این منافع خود ما که من اعتماد تو را به خود جلب کنم. اگر من اعتماد تو را به خود جلب نکنم، بی عقلی ما در دنیا ضرر میکنم، برای اینکه ضرر نکنم این کارا را میکنم. یک قسم. قسم دیگهش نه، من برای خود میکنم، من میخوام انسان باشم، خلف وعد نکنم، به مال تو خیانت نکنم. یا خط قرمز برای ما کشیده، او خط قرمز پلیس نیه، حکومت نیه، ترس از دنیا نیه، ترس از خدایه، ترس از بشریت ما که امو اعتبار و میزان انسانیت ما لکدر نشو به این کار. هیچ کار نمی کنم، او انتفاعی نداره. ما به شما ظاهره شاید یک دفعه به شما گفتم در قندار ما به بیرون شهر میشستیم، یک موقع پدرم رفت سفر، پولیخ به ما داد، گفت اینار نگاه کن. او اگر مادری ما میداد خدا رحمت کنه، او دیگه خرچ خانه بالا میبرد تا میامد چاره پولر میکرد. و ما گفت به تو میدم که نگاه کنی تا آخر. گفتم خب، ما نوجوان بودم، ما گرفتم یک اتاق داشتم بینش خاکا بودم، زیر خاکا پولر ماندم که راحت شو. بعد یک روز ما آمدم بعد از ظهر خانه، دیدم که یک نفر آمده، ای از اروزگان بود، هیچی نداشت. او زمانه ما یادم 20 افغانی یک کارگر کار میکرد، امی مرد اروزگانی بود و با خانمش با همسایه یک خانه روبروی ما یک پارتمان دیگه بود، اونجا همسایه بود، میامد خانه ما کار میکرد. ای که پدرم من رفته بودم بیرون، پدرم که آمده از سفر حلال حساب ای را آورده، گفته بیا این ده افغانی تا شام، تا شام ده افغانی، او زمانه مزدش بود، بهش داده که این کار کو، خودش رفته بود. ما که آمدم به مادر گفتم ای که آورد، خب من میفهمیدم که زیر خاکات چیه دیگه، ناراحت شدم. گفت تو که رفتی پدرت آمد ای را آورد که خاکار بکشه. من خیلی وار ترسیدم، رفتم و او چیده نگفتم، هم زیر خاک کشیدم هم اون جایی که بود. اما گفت چی میخوایی؟ همون تکر میخوایی؟ گفتم من، گفت اون اونجا منده. بسیار خونسرد که به خنده و به غرور بگویه، نه 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 خونسرد، طرف لباسهایش نگاه نکو که او کونه بود یا وضع اقتصادیش خراب بود.
این فکر کو که اگر به جای زمان می بودم من این پولا را نمی بردم، او می توانست پولا را بوره به عنوان دشویی از اونجا بیرون می شد، 10 دقیقه پولا را می رفت به خانه جای قائم نکرد می آمد، هیچ اتهام بعدش نمی رفت. گفتونم این چی مانده؟ من که کار میکردم دیدم که همین یک چیزی هست. گفت فهمیدم که تو گذشتی. خب لعت دست داده بود فهمیده که اینا پوله. گفتونم اونجا ماندم. بازم نکرده بود. چی فکر میکنی ایره؟ ای فقیره؟ نه. فقیر او وزیریه که رشوت میگیره. اونو گدایه. فقیر او سرمایه‌دار میلیونر یا گدا اویه که در معامله خود خیانت میکنه، جنس خرابه به عنوان جنس خوب به وسیله قسم میفروشه، دروغ میگه. او بده، اونو گداه. اینا پادشاهان خود، ما رهروان، ما را چه شعر عرفانی خوبی، ما رهروان به خلوت شب چون سفر کنیم، بر تاج خسروان به حقارت نظر کنیم. او خیلی پول بود، اگر او پول میورداشت سرنوشتش از این حال فلاکتی که داشت تغییر میکرد، ولی او خودش میفهمید یقل که من دارم او از ما بهتر عقل داشت، این کار نکرد. اونو رو میگن اخلاق دینی، اخلاق الهی. در یک حدیث هم داره تخلقو به اخلاق الله، اینی اخلاقیه، اینی مرد عملش اخلاقی ارزش داره، نه به ضررش بود. یک میگفت من نمیدم، هیچ چیزی هم به من نمیگفت، من که اون متهم نمیتوانستم، اگر متهم هم میکردم میبردم بر اون شکایتم به دولت میکردم، هیچ مدرکی وجود نداشت که ای برده باشه، زندگیش خوب میشد. ولی او با خدا یک ارتباط داشته، یک وظایف دیگه هم داشته غیر از این کار، با امو فقر خدا میگیره و پولا رو گفون اونجا مندم، بسیار معمولی مثل که دانه شلغم بگوه، گفون اونجا مندم، بفهمیدم که از تو مندی ایره اینجا. شب که پدر محمد به قصه را گفتم، پولا را ماندم، گفتم بری هر چی که میخوای. آدم در باطن خود خرد میشه، کوچک میشه، نمونه های عالی عالی را میبینه. ما اونجا وضع ما خوب بود در او دوره نرمود، و ولی اگر مبتلا می شدیم به همچه یک جایی که به درد سر اینقدر پول گیریم، می توانستم خود کنترل کنم، باید بگویم والله العالم. گفتم بده پدر این پول را، این مدانم پول از تو بود، من دادم، این تکمیله. برو بده پیش این منده مومن خدا با ایمانی که ای داشته، برو بودر پیشش، هر قدر که میخواه میورداره بردار، حق نوش جانش. خدا رحمت کنه پدرم حرف مر قبول نکرد، یک مقدار جدا کرد گفت بشبتی. اون قسمه که من دلم میخواست نشد، البته یک دلم که میخواست، چون پولا پولای من نبود، اگر پولای من میبود تازه معلوم نیه که من این کار میکردم که میبردم که هرچی که دلش میخواه بشبره. ولی خب یک مقدار داد، من به او دادم. اینی اخلاق ما، ای تو اخلاق میخواییم، اخلاق اسلامی اینی قسمه میخواییم. اینی صدها نمونی دیگر انسان در زندگی خود تجربه میکنه. تجربه از کی؟ از امی. او که 1 میلیون داره او را کنار بگذار، او گدای گدایه، او که وزیر گدای گدایه. چیزای اکایت میکنند بعضی اوقات که ننگ آدم میایی که اکایت کنه، اینی نای میخواییم. اینا رجالن، رجالن، اینایی که نفسای پاک دارن، با 20 بدا و غانی آمده زور، عوام گرم بود، یادی می کم کم، من اون شاید بالغ بودم یعنی خدا می دانم، ولی گرم بود، یادی می کم کم، او آمده 10 افغانی را گرفته، کار می کنه، و این پول گزافه برداشته که هیچ کس برای اثبات هم نمی توانست غیر خود و خدایش می دانست. اینی قسم اخلاق میخواهیم، و اصلا کسانی که به این اخلاق عمل میکنن
اگر یک عده او طرفن که برای صد افغانی دین و شرف و وجدان خود فراموش میکنن، عده دیگری هم هستن که نمی قسمن. این اخلاق انتفاعی به درد ما نمیخوره، انشاءالله که فهمیده شد. در جوامع صنعتی امروز مردم به یک سلسله آداب و عادات مقیدند که غالبا از آنها تخطی نمی کنند. مانند که امی مقدسین مذهبی ما به دستور دینی خود عمل می کنند و تخطی نمی کنند. اونا هم به امون رسوماتی که دارند، به امون تجارت های خود، تجارت خانه های خود. امی نه که برای شما مثل زدم، امانت دارند در اموال، صداقت در گفتار دارند و با وعده خود عمل میکنن، احسان میکنه، به تو قرض میده. ولی کلی اونها برای نفس نیه که نفس خود اصلاح کنه، که مالش زیاد شه، اونها تخلف نمیکنن. ولی التزام آنان به این آداب نبر اساس ارزشهای معنوی که به خاطر منافع مادیشان میباشد و کسب آبرو کنن، شهرت پیدا کنن. لذا امین افراد که از خیانت، دروغ و هر امری که به بی‌اعتباری یا کم اعتباریشان منجر میشه دوری میکنن. امین مردمی که می کار میکنن برای تحصیل مواد خام از کشورهای کوچک و مهیا نمودن بازار فروش در بلاد و یا برای بردن رقیب از صنعت او را خارج کنه، به صدها جنایت اولناک دست میزنن. گفتم به شما اینا سرمایه دارای بزرگ، شرکت های فراملیتی و بین المللی، از یک طرف محتاج به مواد خام ارزان که باید از این کشورها بگیره. این مواد خام که بود اونجا در کارخانه ها، اینا محصولات به دست می آید. بعض در مرتبه دیوم اینا در امی کشورهای فقیر بازار می خواهند، بازار فروش، که این اموالی را که اینا به وسیله کارخانه ها تولید کردن باید اینا فروش برشون فایده کنه. در این دو مورد هزار امینایی که دروغ نمیگن، امینایی که با تو لبخند میزنه، امینایی که با وعده خود با تو وفا کرده، امینایی که با تو قرض میده، در اون موقع اگر بفهمن که رقیب دیگه رقیب داره، در اون بازار دیگه مال می آید، هزار و یک جنایت مرتکب میشه. یا اون حکومتی که اونجا از خیانت نمیکنه، میگه که نه، من به این قیمت به تو ارزان نمیدم، یک میلیون دلار، دو میلیون دلار هم به اونا رشوت میدن. اونا میگن نه، اینا به منافع ملی ما خیلی ضرر میرسانه. یک هفته بعد یک جنرال خائن پست پیدا میکنن، به 200 هزار دلار بهش میده، یک کودتای دیگه صورت میگیره. مالا در او طرف میره، به قرارداد عمل میکنه. در یک قاره کوچک افریقا که در یک 50 سال مثلا یا کم یا بیشتر 100 یا 120 دفعه کودتا واقع شوه، چی فکر میکنی؟ چی برای اونها میمانه؟ در هر کودتا چقدر مصرف میشه؟ چقدر نفوس کشته میشه؟ چی کارای میشه؟ اینا غالبا، نمیگم دائما، غالبا اینا ریشه های اقتصادی داره، استثماری داره. اساسش اینمی اخلاق انتفاعیه. این حرفی که اسلام نگه ببین آقا، این هر به هم رب بده، ما و شما اخلاق میخوانیم. دنیا به وفایه، دل به دنیا بستن عین جاهلی است، عشق با دیوانه دور از عاقلی است. پس بیا بشنو ز من ای هوشمند، تا توانی دل به مهر او مبند. از دنیا راس و کل خطیته، حساس تمام اشتباعات و گناهکاری امی دنیاه. با دنیا محبت نکن. یه حرفا را میگه دیگر، را چه میگه؟ ای حرفای مزخرف، ای چیه که با دنیا محبت نکن؟ تا محبت نکنه ما نان نمیخوریم. اینمیه که آدم دین، آدم میبینه که این دین مخالف دنیاه، ما عاقب مانده. یه حرفار به ما میگن که با دنیا محبت نکن، این ما مسلمان عاقب مانده. این از نادانی جاهلیه.
ما که میگیم از دنیا، دنیا یعنی زندگی پستر. زندگی، زندگی در روی زمین دو قسمه، سه قسمه. دنیا به معنای چیه؟ الحیات و دنیا. دنیا به معنای حاضر، همین حیات حاضر، این حیات دنیا میگن. دنیا که میگم چون افعال و تفضیل موصوفش که از دنیای مؤنث سماعیه، نه الحیات، حیات مؤنث لفظیه، صفتش هم ادنا نمی آیه، دنیا می آیه. یعنی همین زندگی حاضر. این زندگی حاضر دو قسم میشه، حیات حیوانی میشه و حیات انسانی میشه. حیات انسانی هر کار بکنی عبادته. حیات دنیایی نمیه که برای شبوش خود یک پوستین دیگری رو میسوزانی. نام شبوش خود منیجه خانم میگذاری. یعنی یک مسئله که خدا نخواسته من به خانوما تویر نمی کنم. مسئله نک فلانی شبوشش منیجه خانم. و به مال مردم که استثمار میکنی، منابع زیرزمینی را که میبوری، اینجا جنگای مصنوعی را به وجود میاری، یا کودتا میشه، یا بین دو کشور احمق نادان، بین دو دولت احمق نادان جنگ هیچ پوچه برام میندازد. که این هم اصلیه بخره، او هم اصلیه بخره، چند یک میلیارد، دو میلیارد، الان به میلیارده اصلیه بخرن بیارن. او شرکت ها فایده خود که کرد، بعض میاین میگن آبا چا برای چی دعوا میکنن، یک آیت میفرستن که اصلاح کنن. ما از نظر بشر دوستی به شما میگیم اصلاح میکنن. اصلیه را فروخته، یک میلیارد پول گرفته، ولی هم شرایط سیاسی گذاشته، ولی او طرف در جنگ درگیر او دیگه هم گذاشته، استقلال و حاکمیت ملی اون آرام خراب کردن. بعد آخر هم میگن ما از نظر بشر دوستی بین شما اصلاح میکنن. اینی اخلاق انتفاعیه. از شما نمیذاره اخلاق میذارین یا روش ضد اخلاقی. این روش ضد اخلاقیه. بی خود فریب نخور. دروغ زیاد میگن. این همش بی خود میشه. حکومتایی که برای اجرای عدالت و تامین امنیت داخلی در کشورهای خود به خاطر زدن یک سلی یا نزای 100 دلار سختگیری میکنن. که چرا اون سلی زدی؟ قاضی میره میگه عذر بخواه، میگه عذر بخواه، یا باید تور سلی بزنم. اگر 100 دلار یک رئیس جمهور دزدی کنه، داد و فقان روزنامه ها بلند میشه. میگه به 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 چی عدالت؟ چی عدالت؟ یکی از صفات اخلاقیه. چقدر در این کشورها عدالته؟ رئیس جمهور هیچ کار نمیتوانه، وزیرش هیچ کار نمیتوانه، فلانی وزیر موقوف کردن، یک کار اشتباهی کرده بود. حال شما بچین یاد شما نمیه از اون افتضای واترگیت، همین دو حزب که در امریکا قدرت دارند، یک کمی رفته بودن در موقع انتخابات جاسوسی اطلاعات داخلی او حزب مقابل به دست آورده بودن. دنیا را پر کردن از افتنامشن ماندن افتضای واترگیت رسوایی. بالاخره امو حزب را شکست خورد در انتخابات، تا آخر هم نامش بد شد. اونا برای خود چانه اینجی که آمدن؟ حالا بیان حساب کنین که چند هزار نفر در امید داد 12 سال بناحق کشته شده، در خانه ها نشسته بوده، بعدشان بم آمده، زن، بچه، کودک کشته شده. اول گفتن ما دشمنای مسلح خود کشته، بعد جنازه های زنه را تلویزیون ها نشان میدن. نه اینا ناراحتن، نه کس به اینا گفته میتوانه که برای چی قرار میکنه. اینجا یرفانی هر چی که هر کاری بکنند مدال داره، میگه برای کشور خود خدمت میکنه. همین اخلاق میشه. در مجموع کره زمین رو چند دفعه به شما گفتم
تقریبا 20% سرمایه به دست 80% انسانه که یک عدهشان با قوت لایموت گرفتارن، هموقدر میخورن که نمیرن، یک عده از گرسنگی و بیدوایی و بیلباسی از سردی و یا از گرمی میمیرن، ندارن وسایل. 80% سرمایه به دست 20% میلیاردرها. الان بعضیا یک تیاره و دو تیاره خصوصی دارن، میگیش باعث شرم ماه، ما سه چهار تا میخواییم تیاره. چیزای الان مناسب نیه. او دخترای اونجا نشستن، شما اینجا نشستین، دیگر چیم که بگویم حرفای بیهوده وقت ما شما رو ضایع میکنم که با چه غرور و تکبر این میلیاردرا رسیدن، چقدر پولا بیهوده مصرف میشه. ای تا به روز قیامت، ما چند روز بعد میرم، ولی شما جوانین میفهمین که هیچ وقت ای کره زمین روی امنیت نمیبینه با ای بیعدالتی که الان وجود داره. 80% سرمایه اینا به قول سعدی میگه زر نبارید از آسمان بسرش، یا خودش دزد بود یا پدرش. حالا و شیر قسم دیگری چار مصرعه دو فرد اگر پیدا کردن در گلستان سعدیه، ما دیگه خواستم که شیر بگو چیز کردم، ولدین کردم یک مصرعه یک شیر با یک مصرعه شیر دیگر ولدین کردم که برای شما خواندم که زر نبارید از آسمان بسرش، یا خودش دوز بود یا پدرش. یه ولدین کردم و الا شیر تونیه. این همه طورم تا زمانی که 80% سرمایه دنیا به دست 20% باشه، امنیت نمی آید، ظلمه، کرامت انسانی به هدر میره، بدتر از حیوانات ما زندگانی میکنیم، هیچ امنیت نمی آید. ما خیلی محتاجیم به چیز، به اخلاق، نه به اخلاق انتفاعی. این اخلاق میه، این ضد اخلاق. از نامش پیدایه که اخلاق انتفاعی، که ما در یعنی انتفاع بردن به مادیات لبخند میزنم، یک بعضی اوقات ناراحتی تون تون ناراحتی میکنی، ما خنده میکنم، میخندم عزیز خودم، میگه آه چی نفس قوی داره، او فوش میده تندی میکنه، این میگه عزیزم. نه نگاه کو انگیزیم چیه، ما که میگم عزیزم چشمم به طرف جیب تو که چند از جیبت کشیده میتوانم. یه اخلاق انتفاعیه به درد نمیخوره. هر وقت که ما به تو گفتم عزیزم به عنوان یک انسان، به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک متدین مؤمن علی، اونو درست، اونو اخلاق. به ما ضررم رساندی، بعد تحمل میکنم، هیچی نمیکنم، اینی اخلاق. ما او اخلاق میخواییم که بین دو اخلاق باید ما و شما تفاوت بگذاریم. خیلی جا سر ما کلا میره. والحمد لله رب العالمین.